د کابل ولایت معترضو نمائندانو د ولسی جرګې د اداري پلاوي د ټاکنو بهیر وزنډاوه. د کابل د ولسی جرګې ټاکنو معترض نمائندان چې د ملي شورا دروازې د وکیلانو پر مخ د اعتراض په توګه تړلې وای، ملي شورا د کابل ولایت له اساسو پرته نیمګړې ده او ټینګار کوي تر هغې چې د کابل ولایت د ولسی جرګې ټاکنو نهایي پایلې او برخلیک روښانه نه شي، ولسی جرګه د اداري پلاوی نه انتخابوي. دوی خبرداری ورکوي چې که یې غوښتنه ونه منل شي، په پرله پسې توګه به د پارلمان دروازه د وکیلانو او خلکو پر مخ تړلې پاتې شي. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن ځانګړی انتخاباتي بحث ګورئ. په نن کې د کابل ټاکنو پر سر پر وروستیو جنجالونو غږیږو چې پر موضوع بر اثره دوه قدرمن میلمانه باسو کې د کابل معترض نومان فضل من الله ممتاز او د کابل ټاکنو په ابتدایي پایلو کې بریالی اعلان شوی نوماند اجمل ګلاب ستړي مشه ورته بحث له تاسو څخه پیل کړم. پرون مو اعتراض کړی او د پارلمان دروازه مو وتړله، د اعتراض اساسي نور ټکي مو څو؟ مننه کول مودان. لومړی فکر کوم چې یو تفکیک وشي د معترضو نمایندانو او د کابل د دې لیست کامیاب وکیلانو. زمونږ پرون اعتراض په دې باندې نه دی چې مونږ د معترضو نمایندانو په جمع کې حساب شو. زمونږ غوښتنه له حکومت څخه او له پارلمان څخه دا وه چې د اساسي قانون د 36 مادې په اساس او د اساسي قانون د 13 مادې قانون په اساس چې کله ولسی جرګه خپل حیات اداري ټاکنې کوي، دا چې ټول ولایت تکمیل نشي او د ټولو ولایاتو د وکیلانو شتون هلته نه وي، نو په هغه اساس سره قانون اساسي ماده تر پښو لاندې کیږي او دوی اداري هیئت ټاکنې نشي کولای. زموږ غوښتنه دا وه چې کابل چې یوازنی ولایت کابل پاتې دی هغه وروستۍ پایل دی اعلان شي، غن وروسته دی پارلمان خپل د کابل پایل خو تاسو ګورئ له جنجال سره مخامخ دي. یو مهم جنجال دا دی چې دغه پایلو د ابطال غوښتنه کیږي، او بله مهمه خبره دا ده چې د شکایتو کمیسیون د کابل د انتخاباتو تفتیش او بیا ارزونه شمیرنه لغوه کړې ده. د هغې په اساس فکر نه کوئ چې دغه د کابل ولایت د ابتدایي لیست کې هم تفیر راځي؟ یعنی تاسو په ابتدایي لیست کامیاب اعلان شوي، که چیرې تفتیش او بیا شمیرنه لغوه شوي وي دغه لیست هم لغوه ده. زموږ په پرونی مدني حرکت او تدم ګړی پورې زموږ یوازې یو دریځ دی. موږ دا نه وایو چې احمد یا محمود فرمایشي څوک دی راشي څوک دی رانشي. موږ همیشه غوښتنه کړې ده چې تور سپین دې سره بیل شي، په هره شیوه هره کټګوري چې دوی پریکړه کولی شي تور سپین دې سره بیل شي، حق د اقدار ته ورکړل شي. که دوی تفتیش پر سمو ته برګنی مو ورته حاضر یو، او که دوی د لومړی ورځې پایلې یا د لومړی ورځې د رزلټونو نتایج مو ته برګنی مو هغه ته حاضر یو. مو په یو کې مسون زلرو، مو یو ځانه غوښتنه داده چې تور سپین دي سره بیل شي، عاجل دي د کابل ولسی جرګې پایلې اعلان شي تر څو دغه یو قوه چې فلج ده زه فالش. تاسو وایئ چې موږ په دواړو کې مشکل نه لرو، ولې تاسو اوس ځانونه د کابل ولایت کامیاب نماندان شمیره یو وایئ چې موږ په ابتدایي لیست کې کامیاب راغلی؟ خو که چېرې هغه بیا شمیرنه او تفتیش لغوه شي، خو امکان لري چې دغه لیست بدل شي؟ هیله کوم هیڅ فرق نه راځي. که د لومړۍ ورځې نتایج اعلان شي، همغه څه چې په لومړۍ ورځ باندې په نتیجه کې راغلی و، یو ډیر کم تفاوت به په دې کې راپیدا شي چې تفتیش یو هغه شفافه پروسه وه چې د معترضو نمایندانو د معترضو وکیلانو د تشویش د رفع کولو په خاطر چې دوی تشویش درلود، دوی شکایت درلودلو، دوی دغه ډار درلودلو چې خدای نه خواسته دلته درغلي شوې ده، هغوی د اصلاح په خاطر تفتیش پروسه داسې وکړله چې دوی په کوم حل باندې چې عارض وه هغه صندوق یې راخلاص کړي او ویې لیدل چې په صندوق یې هم رایشته که نشته، او د لومړۍ ورځې او تر دم ګړۍ پورې کوم خاص تغییر نه دی پکې راغلی. هغه ځکه چې څه چې په رزلشن کې وو یو جزئي اشتباهات به راغلي وي تخنیکي، او زه دا منمه انتخابات په نوره نړۍ کې حتی پر مختلفو ملکتونو کې چې د دیموکراسۍ تمثیلګر دي هغوی انتخابات کې هم ستونزې وي. طبعا په کابل کې افغانستان کې په انتخاباتو کې ستونزې وي، مشکلات وه، خو په دومره پیمانه چې یادیږي دومره نه وه. په کابل کې ولایتو کې به ستونزې وي. کابل دلته د ولایتو په پرتله دلته کابل کې نسبتا حاکمیت شته. کابل کې دلته عدلي او قضایي ارګانونه حاکم دي، دلته ناظر نهادونه حاکم دي، دلته نسبتا ښه انتخابات شوي دي. دا چې کابل بخښنه غواړم صاحب، دا چې کابل پروسه چالش سره مخامخ کیږي، نو ټول د افغانستان پایلې باید لغوه اعلان شي. ځکه نو اوس هم سوال همدلته کوم چې تاسو وایئ د کابل
انتخابات تر ټولو شفاف وو. په داسې حال کې چې تاسو ګورئ اوس یوازې کابل پاتې دی، د ټولو ولایتونو نهایي پایلې اعلان شوې دي او وکیلان یې هم په پارلمان کې دي، نو بیا د کابل چالش سره ولې مخامخ شو؟ چا ور سره مخامخ کې چالش سره؟ زه فکر کوم چې ځینې معترض نماندان چې ځینې رهبران خپل کندان وو او ځینې د رهبرانو زامن کندان وو او ځینې د تیرې دورې د ولسي جرګې وکلان هاته ځینې د ولایت وکیلان چې راغلل کابل نه کندان شول، نو دوی د ناکامۍ په صورت کې خو دلته په افغانستان کې د نه منلو فرهنګ موږ نه لرو، نه منلو فرهنګ دی دلته. دلته موږ دغه 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 اخلاقي رسالت چې د برد و بخت مسله ده، دا هیڅ وخت موږ نه منو. حتی په تیرو رئیس جمهوري انتخاباتو کې هم دغه ستونزو سره مخامخ شوي وو چې تر نن ورځې پورې دوه سره حکومت او 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 دغه ناخوالې چې اوس په ټولنه کې خلک ترې کړیږي، دا همغه د هغه مسایل نه دي. دلته باید موږ دغه 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 اخلاقي فرهنګي رسالت ادا کړو او دا د برد و بخت هغه ومنو چې چا انتخابات وړل مقابل لوری دي پوری وړین تندي هغه ته مبارکي ورکړي. ولې اعتراض دا دی چې دلته اعتراض وشي موږ سره په دې میز کې چې څوک په دې پایلو کې ابتدایي پایلو کې کامیاب اعلان شوی دی، د تقلب په نتیجه کې او د پیسو د مافیا سره د تړاو په نتیجه کې پارلمان ته لاره پیدا کړې ده. دلته افغانستان حکومت حاکم دی، دلته عدلي او قضایي ارګانونه شته، دلته موږ انتخابات کمیسیون لرو، کوم هوایي انتخابات ندي شوي، دلته ناظر نهادونه، دلته فیفا، ټیفا، فتوا، جامع جهاني، عدلي هغه امنیتي او پراتفي کشفي ارګانونه دلته، دلته د موږ امنیتي ملي استخباراتي کارمندانو فعالیت په سایټونو کې او د دوی شتون. زه مطمئن یم چې یوه خبره باید واضح کړو، دا موږ نه وایو چې مطلق کابل انتخابات ډېر شفاف انتخابات وو، دا نه وایو. موږ مقایسوي د خبره کوو، موږ پرتله کوو. نسبتا د نور ولایتونو څخه کابل نسبی دی ټول افغانستان ولایت څخه کابل کې انتخابات شوي. مانه نه راګرځم بیا تاسو ته ممتاز صاحب، اخو بیا معترض نمایندانو د کمیسیونونو دروازې تړلې وي د جمعې په ورځ باندې، او دا غوي غوښتنه ده چې د کابل نتایج دی ابطال شي. ستاسو دلیل څه دی د دې لپاره چې کله یو خو د کابل د نتایجو د زر اعلان خبره کیږي، هلته ولسي جرګه نیمګړې ده، لبل لوري تاسو د نتایجو د ابطال غوښتنه کوئ، دلیل مو څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین. سلام بندگان عزیز، خدمت شما همچنان جناب گلاب صاحب. ببینین که اول مسئله معترض و غیر معترض، رای کابل دو مرتبه باطل اعلان شد، اختلاف داریم در این. یک بار از طرف سم شکایت باطل اعلان شد، قبلی از طرف آریایی که از طرف سرور دانش معاون رئیس جمهور کودتا شد علیه قانون، دخالت رئیس جمهور بود، این خوب آشکار است. فکر میکنم در این اختلاف شاید گلاب صاحب هم نداشته باشه، شاید شما هم نداشته باشه، باطل اعلان شد. یک بار باطل اعلان شد بساس دخالت از اونها به تعویق رفت و تعلیق رفت. دفعه دوم از طرف همین کمیسیون شکایات مسئله کابل اعلان شد، ولی فعلا به نام کامیاب و برنده و وکیل معترض وجود نداره. اس یعنی اعلان شد باطل اعلان شد ابتدایی، آقا تفتیش و بیاش میرن باطل شده، باطل نتایج ابتدایی باطل شد، نص قانون است باطل نتایج منام ابتدایی چیزی که ولدا خبر کله تفصیل نه بخنه سره ممتازم چې د شکایت کمیسیون په مکتوب کې د کابل د ابتدایي نتایج او د لغو خبر نه ده شوی، ولی ما دا سوال پدې مکتوب نشم، مکتوب نشم په مکتوب کې دا سیدی چې د کابل ولایت تفتیش او بیا شمیرنه لا و نه لا مساله لغو دو دفعه باطل اعلان شده، فعلا وجود نداره. منام چی وجود نداره؟ با احترامی که با گلاب صاحب دارم، شخص مسئله شخصانه نیست، مثلا فعلا وجود نداره، ای یک امر واضح است. مسئله ایست که در مورد رای کابل بگویم، فکر نمی کنم که دو نفر عاقل بوده باشه در افغانستان، در دنیا، در کابل بوده باشه که رای کابل بوده، در کابل انتخابات بود، اصلا انتخابات بود، مسئله شفافیت رو بگذاریم. اگر نمی دو دفعه باطل اعلان نمی شد به چالش نمی کشید. این کلگی میگم شما ببینید، ما خود روز جمعه هم رای چی بودیم؟ هم رای کمیسیون انتخابات هم شکایت بودیم در اونجا. عظیمی مولانا عظیمی چی میگه؟ ما ثبت دارم از پیش، حاضر ثبت دارم ویدیو از پیش ماست، میگه دلیسی امانی که رئیس جمهور رای داده، رئیس جمهور داده، اما محلات همش گم است. رئیس جمهور بکی کال گم است. این حرف ما ویدیو داریم، با مسئولیت ماست، ولی رئیس جمهور باید بشنوه.
ورئیس جمهور اگر رای خودت گم بوده باشه، محلی که شما رای دادین نه رای گم بوده باشه، شما دیگه چی میخواین داده کجا؟ چی میخواین از انتخابات؟ میخواین؟ مثلا گورم میگن ما در لیمیت 8 نفر در کمیسیون شکایت است و کمیسیون انتخابات همیشه است که تفتیش بازرسی میکنه. ما 50 نفر در 6 ماه بازرسی کردیم همین افراد کابل. یک یک این دوسیه جناب چی است؟ اجمل گلاب صاحب است. بله. تنها مثلا این دوسیه فقط 4 دوسیه از خود جناس که دارای ازی دسترسی دست بردی که صورت گرفته، تصویر جعل و تقلب که صورت گرفته، این دوسیه کامل چاول چاول اسخانه کرده. این را ما در مورد ازی صحبت نمیکنیم. شخص نیست، مثلا مثلا شخص خود ازی نیست. همین قسم همین کاندیدا که هست، همه کاندیدا که هست بلا استثناء رای خودم تثبیت کردیم از هر همه کاندیدا کابل و رای دیگر مقایسوی کامل انجام و این چلنج رو میتم منگل گلاب سبین تشریف داره. کمیسیون است همه شکایات رو چلنج دادیم، مقایسه کردیم کتش کمیسیون انتخابات رو چلنج حال برای گلاب سب میگیم اگر کوچکترین ذره ترین دری چی بوده که از مرای مستندات که در کمیسیون وجود داره، اگر کدام دستبردی وجود داشته غلط وجود داشته پس دوباره وقت تاسو دغه دستبرد لکه بخنه ساده دستبرد لکه واضح که چې بیا خپل گلاب سبدی غي جواب مثلا چی است؟ یعنی است دوسیه آرای بدون مشخصات اجمل گلاب مثلا به می قسم کلگی کاندیدای که هستن فعلا اسمشون است. این قطعا یعنی فعلا همه معیارایی که فعلا در اوج وجود داره بدون مشخصات بدونی دبلیو آر همه مشخصات رو که مخففات رو گرفته در چیه است همش وجود چیه است بدونی مشخصات است بی پدر و بی مادر. ما با این دوسیه این مسئله ایز کم است. ما برای کمیسیون مسئله طرف ما این نیست که ما برای خاص امروز شما امید لحظه که شما زنگ زده این در اوجه برای ما گفتن که اجمل گلاب است. ما کدوم تصادف این نبوده که ما اجمل گلاب که ما روبرو میشه در کدوم میز تا به حال اولین بار است ما روبرو میشیم. ولی یعنی همه کابل مقایسوی اینا چی است؟ ما این را آلم به مسئولیت میگیم. به مسئولیت به خاطر چی میگیم؟ به خاطر مسئولیت این را میگیم دوست عزیز که این امیر اجمل گلاب میتانه که این امیر دعوا کنه سر ما، دعوا کنه که این امیر که شما درست کرده نادرست است، برا مقایسه کنه با چی؟ با کمیسیونی سم شکایات و کمیسیون انتخابات. چرا که این کاری ساده نیست برادر که یک نفر را بگویی که اینی چی است، تقلب کار است یا تقلب. من نمیگم که اینا هستن، ولی کسایی که در داخل کمیسیون با هر نوعی که کار صورت گرفته از طرف جهت‌های خارجی گرفته، استخباراتی داخلی بوده، خارجی بوده، داخل بوده، پول بوده، پیسه بوده، هر تیمی که بوده در این صورت گرفتن. این حتی اشخاصی رو که شما گمان نمیتونید کنه تقلب کنه. من نه اجازه بدید مثلا وقت ورکو چه غیز خپل نه وقت شما با تعادل توضیح کنن. بحث ما در اینجاست، بحث ما در اینجاست که فلحال قضیه که میگن ریزرشید روز اول روز دوم میگه عشنه و تقلب صورت گرفته و گلاب صاحب ما جالب از پیش از این که پیش از بایی که ما چی داشتیم جالب است که کابل خوبترین چی میگه انتخابات میگه و این دو نفر عقل ده اختلاف ندارن فعلا یک اختلاف پیدا من ممتاز صاحب من کوشش مداده چی په یو شخص باندې باس نو کوم په ټول سیستم باندې باس نه از ما امروز چون مثال شخص به خاطر زینی اینی افشای تقلباتی که چی هستن انواع تقلبی که صورت گرفت من راگر زبم تاسو مثلا گلاب صاحب کتم گلاب صاحب موږ په یو شخص باندې باس نه کو خو بیا هغه دوسی چی تاسو په مورد نه در مقابل ما قرار داره شو کده چې تاسو جواب وای بیا نور مسائل ته مرزو من نه زه فکر کوم چې کدی عقل په نامه باندې خلق لیتون کې هم قضاوت کولی شي د دوسیو ترتیب د شکایتونو کې مسونو صلاحیت دی نه دی وکیلانو دغه خپل دغه دوسی چې دوی وایي دوسی عدلی او قضایي ارګانونه دي چې دوسی ترتیبوي زه باورمند یم چې دوی په کوم شکل چې وایي دا غیر منطقي خبره ده عدلی او قضایي ارګانونه دي دغه اسناد دوی ویسي عدلی او قضایي ارګانونه ته هلته موږ انتخابات کمیسیون لرو شکایت کمیسیون لرو یعنی هغوی دي دغه دوسیو کې دي ستاسو په مورد باندې تکرار دی تاسو تاچول شوي دي یعنې ستاسو لپاره اتر دوله تقلب شوی دغه ورقې چې دغه یادې دغه اوس په کوم منطق سره دا ورقې یادوي د حکومت نشته کمیسیون نشته دغه دی ورکو دغه سی ورقی زده په ورته باندې بدري زره ورقی ټوله کوم نور تورنه باندې وټړم
بله اخلاقی او 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 شخصی نور تور نم پودرم دا خو ورقی دی ورقه هر څوک کمپیوټر لري کور کې پرنټر لري ورقه ولیکه او هر څه ولیکه فوټوشاپ یې کا هر څه وکړه دا فوټوشاپ شوی دی کو زه وایم چې دوی چې څه وایي خو دلته خو تفکیک لپاره مو ورغان درو وخت یې نه دی تفکیک لپاره اي دوی په دې معنا چې زه دوی په تقابل کې فرض مثال حکومت شتون لري کني لري بله خو ورشه حکومت ورشه شی ورته کده حکومت ظالم دی البته دغه انتخابات کمیسیون رهبری شکایت کمیسیون رهبری ټول خراب خلک دي ټول مفسد خلک دي نه دا سینه دا ول یو دلیل دا دی ګلاب صاحب انتخابات او شکایت کمیسیون کې مثبت پر رهبری کې مثبت تغییر راغلی دی او دوی د ټول ول هغه رهبر کې چې تغییرات راغلل د درغلیو په اساس یا مثلا دغه تورونو په اساس چې د فساد تورونه دي درغلیو تورونه دي هغه تغییرات په څه معنی وو چې ټول کمیشنر له دندو لری شول او نتیجه دا شو چې په کمیسیونونو کې د انتخاباتو په قانون کې بدلون رامنځته شو د کابل مورد نه د دې شکایتو انتخابات کمیسیون رهبری د کابل په انتخاباتو په سر باندې نه لیر شوی ټول افغانستان هغه د کابل کمیشنران نه دي یوازې هغه یوازې د کابل د کمیسیون رئیسان نه دي ټول افغانستان انتخابات ول د ټول افغانستان په اړه دغه سی یو غوښتنه کده نه مونږ یوازې د کابل معترض نوماندان نه لرو مونږ د هر ولایت معترض نوماندان لرو چې دغه یې اته د پارلمان انتخاباتو د لغوي غوښتنه کوله تر دې بریده چې ویل کیږي چې په هغه کې د مالی فساد اته د اخلاقی فساد دوسی هم شته نتیجه دا و چې باید ټول پارلمان انتخابات لغوه شي او د رئیس جمهور انتخابات سره یوځای وشي دا غوښتنه مشته ابطال د حل لار نه ده دغه حساس شرایط کې وطن ته د حساس شرایط په کتو سره تور سپین دي سره بیل شي مونږ نو وایو چې چا درغلی کړی دا هغه درغلی والا یا خیانت والا د محکمې ته ما معرفي کوي یا هغه محکمه کوي ما مونږ وایو چې تور سپین دي سره بیل شي هغه معترض نوماندان چې په چا باندې اسناد لري عدلي او قضایي ارګانونو ته دي مخې ته کې هغه دې پریکړه وکړي مانه دا چې دوی دا اسناد عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل دي دا ځواب مو مناسب دی دا اسناد نه دي ګوره اسناد لپاره مو مراجع لرو اسناد دغه سندې چې ورقې راټولې کوي په خله هر څه وایي دغه دی ورقي د دی ورقي ګلاب سسي بودنه ډیر زیات محمد دی ورقي تاسو د اداري آیت د ټاکلو هغه بیرم زنډور دی د سبا ته د ولسی جرګي عمومي غونډه ده تاسو دغه اعتراض دوام لري مونږ کومه غوښتنه چې لرو هغه د افغانستان او د دې حساس شرایطو د کتو سره د افغانستان د خیر لپاره د خلکو د خیر لپاره دغه ستونزو ته د هواری په خاطر ده مونږ دا نه وایو چې هیئت اداري ټاکنې دي وځندول شي تر څو مونږ هلته ول شي کتلار شو مونږ وایو چې هر هغه څوک چې د کابل څخه کامیاب وي انتخابات کمیسیون او شکایتو کمیسیون په دې باندې دوی خپل بررسیانې روانې کړې دي هر څوک چې برنده شو هغه بلار شي دغه پوزورداش کې تر څو د اساسي قانون څلور شپږمه ماده ته پخلاندي یعنی اعتراض دوام لري ان سبب هم د پارلمان دروازه تړلې وي تاسو د اعتراض کومه د کابل د خلکو غوښتنه و د کابل د ولس غوښتنه و چې تر څو زمونږ د کابل څخه په پارلمان کې نمائنده نه وي هېڅ درې انتخابات نه کیږي د پارلمان معقد رهبری دوی ته په جواب کې تر چاشمې پوری وخت ورکړی دی چې ان شاء الله تر چاشمې پوری به نتیجه اعلان شي کایلا نشوله بیا به خلک تصمیم نیسی مننه بیا مرګر زم د حلارو په برخه کې تاسو ته ممتاز تاسو سره د ګلاب سپ وینا ده تاسو د ورقې اسناد نشي کېدل او د دې مرجع تاسو نه یې مرجع عدلی او قضایی ارګان نه دي چې دغه اسناد راټول کړي جناب محترم ای ریزل شي تاسو من حق از حق ماسته طبیعي است بر حق یوم داشته باشن دارن و ما هم داریم و این شکایت های است که بدلی و قضایی و سرانوالی و همه گی تقدیم کنیم به رئیس جمهوری حتی به ترامپ رای کردیم به هر صورت مثلا این اسناد اسنادش نیست ما برای گلاب سبیر میگیم برش میگیم اگر شما داری این اسنادی که به شما وجود داره این دوسیه ازی نیست که دوسیه محکمه بر شما مال قضاوت کنیم نیست این پیچ اسناد شما ریزلشیت است و اسناد است اگر کوچکترین در این شما کدام چی میبینین اعتراض دارین خلل میدونین میتونین که ما محاکمه شویم مسئولیت ما به دوش میگیریم ما رفتیم مقایسه کردیم همه این رو مقایسه کردیم با چی با کمیسیون مقایسه کردیم یک کوتاه کمیسیون لاجواب ماند کاملا لاجواب ماندن همیشون حیرت انگیز شدن تعجب کردن تعجب شده گیا حالا یک پایی که میگه یک مسئله که انتخابات شده اگر انتخابات شفاف نبود خواه همین مفسدا کمیسیون مفسد فاسد جنایتکارا انتخابات من اجازه بده معرفی نمیشد معرفی به ارگان های عدلی معرفی نمیشد برکنار نمیشد
لغو نمیشد، برکنار نمیشد، آره کابل دو دفعه باطل اعلان شده، دیدی که ایدگاه رفته. آیا امکان داره که گاو مردار شوه شیرش حلال بوده باشه؟ من ممتصبی یه گفتن استاسو دفاس با آدم کچری و کوچه استاسو د تیر جمعه روز نه اعتراض روان ده استاسو اعتراض کم زتر رسیدله د کمیسون دروازه استاسو ترلی ما بری مسئله جمعه چی نیستا مسئله ما زوال تا به حال همین قدر مبارزات روان در روزانه مثلا هیچ همیشون با مو دلایل قاطع و ساطع و همگی بیان کرده برای اینا واضح شده، از رئیس جمهور گرفتگی تا همشون بیان کرده، کودتایی که علیه قانون صورت گرفته به تعبیر خود اشرف غنی رئیس جمهور که از طرف سرور دانش کودتا صورت گرفته، ما برشان میگیم منطق همی بود، دلایل و عدلی قضایی همیا بوده که ما اینه بشه دوشا واضح برشان گفتیم که اصلا بیا و چلین جا میتیم هر کسا برشان چلین جا میتیم منطق همی بودن. اگر اینا درست هستن اعتراض مسئله را قبول کردن، به قانون مدنی پناه بردیم، به قانون جزایی فرودیم، به شریعت پناه بردیم، به هم پناه بردیم، به منطق دلایل ثابت ساخته میه. اگر اینا به نام تشخیص مصلحت به خاطر مصلحت که اعلان کنن اعلان میکنن نتایج کابل اعلان کنن، اینا شاهد ازی بوده باشه که مردم دیگه گوسفند نیستن، مردم دیگه حیوان نیستن، یا از حکومت جا حق خود میگیرن و کابل بحرانی که ای آفریدن اگر اینا به این اعتراضات جواب ندادن، به منطق جواب ندادن، دلایل قاطع که تقدیم شده به این جواب ندادن، میگن منتظر ازی باش مسئولیت به دوش ازی است. همون که در قاعده میگه در اصولی میگه که ان عذر من انذر، معذور کسی است که پیش از پیش بر ازین اینا رو آگاه ساخته اطلاع داده. میگم براتون بگم که زیر پای متقلبین مفسدین فاسدا همشون کابل جهنم جور میشه برشون، امکان نداره دیگه، امکان ازی نداره که چهار تا متقلب فاسد بیایه بس هر نوشت افغانستان من نه متاسب دیگه یک بس گپ رفته خاموش شد بعد جنبندی که بهلاره باندې چې د کابل درایو د ابطال غوښتنه کې تاسو سره حل لاره سره دغه جنجال د حل لپاره وي یوازینه لار ده چې رای باطل شي د کابل انتخابات باطل شي. بیا هم زه فکر کوم چې ک مونږ ورور میشه سوای خلق قضاوت کولی شي د خبرو د استدلال بیام زوایم چې دای چې د څلور دوسی راوړې دي ز د 300 څلور کندانو په ارتباط باندې هر یو ته څلويخ دوسی راوړل شم ورک بوجی را بارکم ز موټر بارکم ما راوړم ما چیلنج میتم بر ګلوب سپ اخساتریج به حرف ته نه میګم چیلنج میتم اگر حرف دې غلط بودک شما مرا محاکمه کنین که یو وخت وخت نه ورکو او زه فکر کوم دا اخلاقی خو به دوسه لاند ته خدای دې خبر یو استاسو نوبات استاسو نوبات استاسو د ګلوب سپ خپل ورسته خبرې چې دا باس پر ټول کول زه فکر کوم دا دای کوم شخصي ستونزه بلدي ورقه راوړې دي دغه الته بیا وایم چې میسون دی د چې سوای چې دلته دوه زیات شي وي دی زیات شي وي دی شي پلان شي وي خو الته کې میسون موجود دی هلا راسه بولای هلا دی کې میسون سره لا هلا راسه بولای قاضیم دی شو محکمه دی شو د کابل فایل چې لن شي وي دی او کې میسون نشته د کې میسون خپل پریکړه کوي دلته په افغانستان کې د نه منلو فرهنګ دغه د اخلاقي رسالت بېدوی ادا کی تو چې راي نه دوړي به د اومني چې مقابل ورته مننه او ممتاسب د هلار په توګه به جمله راتوي چې وخت خلاص ده. ما اولی را میگیم چلنج میتیم از خود گلاب سب گرفتگی تا کمیسیون را تا ریاست جمهوری را تا هر کس جهت دیگر را میگیم اگر کوچکترین در این موضوع کدام تخطی و تخلف و خطایی بوده ما محاکمه شد در موضوع حل مسئله ای است که کابل دو دفعه باطل اعلان شده اگر اینا میخواین مهر صحت با او دزدی و درغلی دیگه سابق کمیسیونای فاسد دیگه کردن میگذارن مسئولیت به دوش ازی است. مردم خاموش نمی باشه و اینا ببینیم که مردم گوسفند نیستن، مردم حیوان نیستن، مردم دیگه ازی گذشته وقت ازی گذشته شعور سیاسی مردم بسیار بالا رفته دیگه در ازی گسته که چهار تا دزد چهار تا مافیا به افغانستان حکومت کنن به سرنوشت افغانستان ختم است دیگه رای آرای کابل باطل اعلان کنه در غیر از اون ما منتظر از این می باشیم که نه پارلمان خواهد بود نه حکومت خواهد بود نه شرایطی بوده که دیگه به سرنوشت مردم تقلب بازا بزنن کورمودن آرم یک بار دیگه به کسایی که دیگه بر خلاصه برنده میگه ده بار انتخابات داخل شد و ده بار داخل میشیم ولی هم نیست که ما 700 چند کاندید هم رای مستن اینا همشون برن 33 نفر کاندید میره ما از همینجا اعلان میتونم که یک به پارلمان من نمیرم من نه در حق عدالت میخوام کور مدن چرا لکم موضوع مرا سر تشکر گرام لیدم براتون دیره من نه چه تردیدم موضوع ملتیا کولا تربیامو الله ملشه